رساله اول بولس رسول با قرنتیان اول قرنتیان فصل اول از طرف پولس که به اراده خدا دعوت شد تا رسول مسیح عیسی باشد و از طرف برادر ما سوستانیس به کلیسای خدا که در شهر قرنتوس است، یعنی به همه خدا خواستگان در پیوستگی با مسیح عیسی که مقدس و مبارک هستند و به همه کسانی که در همه جا نام عیسی مسیح را که خداوند آنان و خداوند ما است به زبان می آورند. از طرف پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند فیض و سلامتی به شما باد. همیشه خدا را به خاطر آن فیضی که او در مسیح عیسی به شما عطا فرموده است شکر می کنم. زیرا در پیوستگی با مسیح از هر لحاظ از جمله در کمال سخنوری و معلومات غنی شده اید. شهادت ما درباره مسیح در بین شما به نتیجه رسیده است و شما در حالی که انتظار ظهور خداوند ما عیسی مسیح را می کشید از هیچ یک از عطایای روح القدس به نصیب نیستید. او شما را تا به آخر استوار خواهد داشت تا در روز خداوند ما عیسی مسیح بدون عیب و نقص حاضر شوید. خدا شما را دعوت کرده است تا در زندگی پسر او خداوند ما عیسی مسیح شریک و سهیم شوید و او همیشه به قول خود وفادار است. ای برادران، به نام خداوند ما عیسی مسیح از شما درخواست می کنم که همه شما در آن چی که می گویید هم عقیده باشید و دیگر بین شما اختلاف و نفاقی نباشد، بلکه با یک فکر و یک هدف کاملا متحد باشید. زیرا ای برادران، اعضای خانواده خلوئی به من خبر داده اند که در میان شما نزاع‌های وجود دارد. منظورم این است که یکی می گوید من طرفدار پولس هستم و دیگری می گوید من طرفدار اپولس هستم. آن یکی خود را پیرو پتروس می داند و دیگری خود را پیرو مسیح. آیا مسیح به دسته ها تقسیم شده است؟ آیا پولس برای شما مصلوب گردید؟ آیا به نام پولس تعمید شدید؟ خدا را شکر که هیچ یک از شما را جز کرسپوس و غایوس تعمید ندادم. بنابراین هیچ کس نمی تواند ادعا کند که من او را به نام خود تعمید دادم. آره، من همچنین خانواده استیفان را نیز تعمید دادم، ولی جز ایشان دیگر کسی را به خاطر ندارم که تعمید داده باشم. به هر حال مسیح مرا نفرستاد که تعمید دهم، بلکه تا بشارت دهم، و او نمی خواست که من با فصاحت کلام سخن بگویم مبادا قدرت صلیب او بی اثر شود. پیام صلیب برای آنان که درای علاقت هستند پوچ و بی معنا است، ولی برای ما که درای نجات هستیم قدرت خدا است، چنان که نوشته شده است: حکمت حکیمان را باطل و فهم دانشوران را زاهل خواهم کرد. پس کجاست حکیم؟ کجاست دانشور؟ و یا کجاست بحث کننده این جهان؟ خدا نشان داده است که حکمت این جهان پوچ و بی‌معناست. خدا در حکمت خیش چنین مقرر فرمود که دنیا نتواند با حکمت خود او را بشناسد، بلکه صلاح دانست که به وسیله همین پیام پوچ و بی‌معنا ما ایمانداران را نجات بخشد. یهودیان خواستار معجزات هستند و یونانیان دانش و حکمت را دنبال می کنند، اما ما مسیح مصلوب شده را اعلام می کنیم.
اگرچه این موضوع برای یهودیان سبب لغزش و رنجش و برای دیگران پوچ و بی‌معنی است، اما برای کسانی که خدا آنها را دعوت کرده است، خواه یهود خواه یونانی، مسیح قدرت خدا و حکمت اوست. زیرا آنچی در مورد خدا جهالت شمرده می شود از حکمت آدمیان حکیمانه تر و ضعف خدا از قدرت انسان قوی تر است. ای برادران، به خاطر داشته باشید در آن هنگام که خدا شما را دعوت کرد چه نوع اشخاصی بودید؟ از روی معیارهای این دنیا اکثر شما افراد حکیم، با نفوذ و یا نجیب زاده نبودید، بلکه خدا عمدن آنچه را که دنیا پوچ و بی‌معنا می شمارد برگزید تا حکیمان را خجل سازد و آنچه را که دنیا ضعیف می شمارد انتخاب کرد تا نیرومندان را شرمنده سازد، و خدا آنچه را که دنیا خوار و خفیف و حتی نیستی می شمارد برگزید تا دنیای هستی ها را براندازد تا هیچ انسانی در حضور او دلیل برای فخر کردن نداشته باشد. از طرف خداست که شما با مسیح پیوستگی دارید و او مسیح را برای ما حکمت، عدالت، قدوسیت و خونبهای آزادی گردانیده است. بنابراین چنان که نوشته شده است، هر که بخواهد فخر کند باید به خداوند فخر نماید.